لاولیز، چطوری بچه ها؟ خوبین؟ توی پیاده روی امروزمون میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که دیدید میگن فارسی فکر نکنید، یا اینکه سعی نکنید که جملات رو فارسی بسازین. و اصلا وقتی که به زبان آموز اینو میگم، میگه یعنی چی اسنشلی؟ یعنی چی فارسی فکر نکنیم؟ چجوری اصلا میشه فارسی فکر نکرد؟ چجوری میشه انگلیسی فکر نکرد؟ و تو این ویدیو یه ذره با هم توی پیاده روی، امروز کنار دریاییم، اون دفعه کنار جنگل بودیم و میخوایم راجع به مسئله صحبت بکنیم. و بعدم میرم خونه میشینم و پشت میز و دفترم قشنگ یه مثال عینی و واقعی رو بهتون میگم. اما قبلش یه سری توضیحات باهاتون کار بکنم. ببین، قدم اصلی اینه که دیدی وقتی که میخوای یه جمله رو بگی، مثلا این که من تا دیر وقت بیدار میمونم، صبح دیر بیدار میشم، و هر جمله‌ای که میخوای بسازی سعی میکنی توی ذهنت به فارسی این رو بسازی و بعد بیای کلمه به کلمه رو ترجمه بکنی تو ذهنت و گرامرش رو فکر بکنی و گرامرش رو بسازی و بگی. خب ببین، این کار باعث میشه که زمان زیادی ازت بگیره و خیلی به گرامرش فکر بکنی، به کلماتش فکر بکنی، اگرم خوش شانس باشی جمله رو بسازی. زبان مادری، زبان هر کسی، حالا زبان مادری ما چون فارسیه دارم میگم، خیلی قویه و خیلی خیلی نقشش پررنگه و خیلی فرق میکنه با زبان دوم یاد گرفتن. اما این چیزایی که در واقع بهتون میگم واسه اینه که چجوری رو میتونیم اصلاحش کنیم. و اصلا کلن اون چیزی که تو مدرسه خوندین توی از دوم راهنمایی به بعد فهم کنه با اون چیزی که باید تو دنیای واقعی باشه. و اکثر زبان آموزان وقتی مثلا میخوام تعیین سطح بکنم میگن ما همه چی بلدیم، همه کلماتو بلدیم، همه گرامرم بلدیم، ولی وقتی میخوایم جمله بسازیم نمیتونیم یا خیلی طول میکشه. ببین، اینجوری نیست که بلدیم بلد نیستیم، همه گرامر رو بلدیم، همه کلمه رو بلدیم. خیلی فرق میکنه یاد گرفتن زبان، نحوه درست یاد گرفتنش با بلدیم. حالا باز برم یعنی چی؟ خب دیگه بریم خونه بشینم پشت میزم و بگم یعنی چی فارسی فکر نکردن و چجوری میشه این سرعت فکر کردن و گفتن و بیان جمله رو بهتر کنیم و سریع ترش کنیم. مثلا من زبان آموزان به من میگن که میخوام بگم ماشین روشن نمیشه، تیچر ماشین چی میشه، روشن چی میشه، تک تک کلماتو میخوان. بعدم میگن که گرامرش چجوریه. اینجوری نمیشه دیگه، بریم ببینیم یعنی چجوری میشه. تو راه برگشتن با من همراه بشید. خب مرسی که بچه تو پیاده روی با من همراه بودین، برام دست دادین که تندی بیام خونه و ادامه ویدیو رو براتون بگیرم. خب بخواه بریم بیم چجوری میتونیم فارسی فکر نکنیم و چجوری میتونیم جملات رو بسازیم. یعنی چی باز؟ من توضیح دادم توی پیاده روی دیگه که بایستی که ترجمه نکنید و باید مفهوم یک جمله رو به انگلیسی بخونید و به انگلیسی اون رو بگید. ببین یه نکته ای هم بگم، اونم اینه که speaking فقط بچه صحبت کردن نیست. یعنی بیایید یک سری کلمه رو حفظ بکنید و یه گرامری رو بسازید و بگید. اینجوری speaking نیست. speaking یعنی این که بشینید یه متن رو بخونید و ببینید چه شکلی این مفاهیم رو به انگلیسی میگن و بعد اونا رو بیان بکنید. حالا چه به صورت صوتی چه به صورت خوندنی، هر دوی این دوتا میتونه بهتون به صورت ورودی داشته باشه. پس برای داشتن speaking خوب باید خوب بشنوید و خوب بخونید. این دوتا ورودی شماست، وگرنه speaking خوب بچه این نیستش که من فقط کلمه حفظ بکنم و یه گرامر حفظ کنم، این کلمات رو توی اون گرامر بچپونم و بگم و
اینا رو بتونم مثلا جمله بندی بکنم. بعد چجوری باعث میشه چی میشه؟ هی کلمه بخوای ترجمه کنی، تبدیل میشی به دستگاه ترجمه، دستگاهی که فقط کلمه تبدیل میکنه و دستگاهی که فقط دنبال گرامره. اما این روشی که بهتون میگم، ببین هر متن رو میتونی باهاش این کار بکنی. حالا همه متنایی که من توی این ویدیوها براتون گذاشتم و تمام متنایی که توی این ویدیو دیدید میتونید ازش استفاده بکنید، هیچ فرقی نمیکنه. هر کتابی که دارید، هر کتاب انگلیسی که دارید یا هر چیزی که گوگل میتونید بکنید، پی دی افی که میتونید بذارید جلوتون، اصلا فرق نمیکنه. ولی مثلا فرض کنید من یه همچین متن رو براتون میذارم، مثلا خودش رو توصیف میکنه، I love going to the movies، من عاشق رفتن سینما. ببین همین شکلی، این که چجوری میگه سینما رفتن رو دوست دارم، I love going to the movies، I love going to the movies. من همین جمله رو اینجوری یاد میگیرم، حفظ میکنم. بچه ها حفظ کردن این که میگیم تاریخ جغرافی نیست حفظ کنیم که مثلا کدوم شاه مثلا اینجوری کرده، یعنی باید ساختارا رو یاد بگیری. شما به عنوان یک کسی که زبان فارسی به صورت زبان مادریش یاد گرفته، همین جملات رو حفظ کردین، ولی اینقدر تمرینش کردین دیگه معرکه ذهنتون شده. بر همین تو این مرحله شما باید سعی کنید که این جملات رو اینجوری یاد بگیرید و حفظشون بکنید. مثلا رفتن به سینما، I love going to the movies، I love going to the movies، I love going to the movies. But I often feel like staying at home with a good book. اما بیشتر حس اینو دارم که با یک کتاب خوب تو خونه باشم. I feel like staying at home. حس اینو دارم که خوبه. خب بعد حالا بچه ها میگن که تیچر حسشو دارم چی میشه؟ مثلا حس یعنی feel، همین. I feel home، stay. بعد گرامرش چی میشه؟ ولی وقتی کل این جمله که میشه I feel like staying at home، یعنی حال حس اینو دارم که اونم خونه، همین خیلی خوب میگه. پس ببین به جای اینکه بیای کلی وقت تو صرف ترجمه کلمات گرامر بکنی، دو تا جمله رو سریع میتونی بگی. I love going to the movies and sometimes I feel like staying at home with a good book. I'm very friendly and sociable. آدم دوست، چی میگن، دوستانه و اجتماعی هم. پس اینو دیگه نمیخواد دوباره ترجمه کنی. تیچر اجتماعی چی میشه؟ دوستانه چی میشه؟ من هستم، I friendly، امش جا میمونه. ولی وقتی با هم یاد میگیری I'm friendly and sociable دیگه نمیخواد که زمان از دست بدی. And I get along well with most people. و با خیلی از آدما کنار میام، سازگارم. I think I have a good sense of humor. حس شوخ طبعی خوب دارم. یکی هست توی فامیلمون حس شوخ طبعی خوب داره. He has a good sense of humor. اینجوری دیگه وقتی که مفاهیم رو یاد میگیرید توی جملات، دیگه نمیخواد که زمان رو از دست بدین. پس دوباره، What kind of men do I like؟ چه نوع مرد رو من دوست دارم؟ I like interesting men who can make me laugh. مرد رو دوست دارم که بتونه منو بخندونه. Who can make me laugh. این اینجوری یاد گرفتن و سعی کنید جملات رو ریز ریز خورد خورد یاد گرفتن خیلی بهتون تو بلند مدت کمک میکنه که خیلی روانتر باشین و خیلی جمله سازیتون بهتر و بهتر بشه. تو نگاه اول خیلی براتون سخته ها، مثلا وا مگه ما میتونیم همین رو یاد بگیریم، وا مگه میشه، وا مگه ما میتونیم، ما اصلا حفظیاتمون خوب نیست، وا من نه، این حفظی نیستش که مثلا اون حفظی که مد نظرتونه. باید سعی کنید که ببینید چه شکلی این جملات به انگلیسی گفته میشه و اونا رو بسازید. پس بچه ها این تمرین رو میتونید با هر منبعی که در دستتون دارید انجام بدید. اصلا مهم نیست چه کتابی، اصلا مهم نیستش که چی چیزیه، هر چی که دستتون هست، هر چی که جلوتون هست میتونید بذارید کنارتون و تمرین بکنید که مفاهیم و جملات چجوری به انگلیسی گفته میشه. و خواهشن از ترجمه تک تک کلمات پرهیز کنید، هر چی کم میتونید کمتر کنید. مسلما این جوری نیستش که شما شب اول بتونید به مهارتش برسید، ولی سعی کنید از 100% ترجمه تبدیلش کنید به 80% ترجمه و 20% این کاری که من گفتم انجام بدید. ماه بعد بکنیدش مثلا 75-25، میترسم مثل علی پروین بشه درصد، یا بعدش بکنید 70-30 و همین جوری به ماهای مختلف این ترجمه کردن رو کمتر و کمتر و کمتر کنید. بچه یه شبه به دست نمیاد، یه روزه هم به دست نمیاد. فقط سعی کنید که من بهتون تکنیک درستش رو گفتم، راه حل درست و عمیق و اساسیش رو گفتم دیگه.
حتما توی کامنت ها برای من نظرتون رو بنویسید و امیدوارم که براتون کارساز باشه، که میدونم هست چون مطمئنم کارسازه و این بهترین تکنیکیه که میتونید یاد بگیرید. و اینکه مرسی که همراه هم بودید، حتما هم سابسکرایب بکنید به کانالم، دوستتون دارم.